کار ناسزا گفتن اونها. ما قهر نیستیم ولی رفت آمد نداریم، ولی خودش از ما روی میگرداند و حتی جواب سلام نمیدهد. حالا خودتون بهتر میدونید که چه چیزی باعث شده. اگر کسی به کسی ظلم کرده، طرف در مظلومیت قرار گرفته، مظلوم بد و بیراه میگه، دعا میکنه، خب خطرناکه. اما اگر نه، مظلوم نیست، اشتباهی حالا صورت گرفته، طرف زیاده روی میکنه، در برابر زیاده روی طرف شما مسئول نیستید. شما سلام خودتون رو میکنید جواب نمیده، او گناهکار، شما گناهکار نیستید. و سعی بکنید که اسباب قهر و غیظ و اینا کم کم از بین ببرید. تنها اینطوری نیست که ما سلام میکنیم طرف ناراحت میشه بیشتر. سعی بکنیم علت قهرش چیه. اگر سوء تفاهم پیش اومده، اگر مشکلی بوده، ما از خودمون مایه بگذاریم، یعنی تواضع و فروتنی، از خود گذشتگی اشکال نداره، اینا به خاطر خدا باشه، اجر و ثواب دارید. بذار طرف نفهمیده قطع رابطه کرده. گفته اخیراً در مراسم عروسی ها عروس رو، عروس خانم رو، یک روز با لباس هندی قرمز آرایش کرده و سربرهنه به مثل هندی ها، و یک روز دیگر با لباس سبز، و شب آخر هم با لباس توربهاره در حیات می نشونن، و زنان آرایش کرده با روسری در مراسم شرکت می کنن. در خصوص این مراسم که آیا حرام است یا خیر توضیح دهید. نکنید در رابطه با مراسم ها، بلخص مراسم عروسی و چه خود عروس و چه اونایی که دوربر عروسن از خواهرها و نزدیکاشون، یه نکته ای که خوب دقت بکنید. نکنید از یه جهت امروزه اگر نگاه بکنید، مثل قدیما نیست، از جهات مختلف، این که ما راحت هر مدی رو میبینیم، تلویزیون هست، ماهواره هم هست، نمیدونم بخونم رفت آمدها هست از این دیار به دیارهای دیگه. خب هر جماعتی و هر ملتی برای خودش فرهنگ و آداب و سننی داره در مراسم ها و حتی در لباس، مجلات هست. اگر قرار باشه مسلمان ها در هر محیطی هر مدلی رو که دیدن و هر مدی از رسم و لباس و برپایی عروسی و اینا خوششون اومد استفاده بکنن، هر عروسی یک مده، یک رسمه، و هر رسمی هزینه می طلبد. حقیقتا هزینه داره، هزینه برداره برای نه تنها زن و شوهر و خانواده، برای جامعه، برای امت، سرمایه کلانی. اگر شما تصور بکنید یک جامعه، یک محیط کوچکی، یه روستایی، اون همه ولخرجی ها، اسراف کاری ها، دنبال مد بودن ها، چه خط چمدون ها پر از لباس تو خونه ها. اینجا سرشو گرفتیم بستیم، روز قیامت جواب تک تک این لباس ها رو باید بدیم. در حالی که این چمدون های پر از لباس، این همه خرج و هزینه کردن برای مراسم های عروسی، چقدر ما میتونیم برای خدمت به دینمون، برای خدمت به جوان هامون، که جوان ها به سوی اعتیاد نرن. ما هر جامعه ای که نگاه بکنید، هر جامعه، حتی روستا، یکی از خلأ هایی که میشه به عنوان یک مورد جوان ها رو یک مقدار مهار کرد این که به سوی اعتیاد و ولگردی نرن، اینه که امروز نیازه، حالا اگر دیروز نیاز نبوده، امروز نیازه که یک باشگاه ورزشی داشته باشن، که تجمع بکنن به جایی که سر کوچه ولو و رها و سرگردون بشن. یه سالن ورزشی نیازه، چند منظوره، شاید هزینه به ظاهر هزینه سنگینی باشه، ولی اگر همین زنها پول یک دست لباسشون جمع بکنن، میشه سالن درست کرد. خب لباسی که یک دست 100,000 تومنه و به جایی رسیده که خب امروزه رسم مد عوض میشه، مثلا اگر امروز عروسی باشه، بعد از 2 ماه یه عروسی دیگه، زن احساس میکنه که اون لباس 2 ماه قبلی که یک بار سر عروسی به تن کرده دیگه خلاص کهنه شده، برای عروسی بعد از 2 ماه یک دست دیگه، حداقلش یه دست 80-90-100,000 تومن. اینا همه هزینه هست با اون مشکلات فراوانی که امروز ما مسلمان ها داریم. این ولخرجیست، اسرافه، سوء استفاده نشه. درسته که گفته شد که انسان اثر نعمت بر او دیده شود، نه اثر نقمت و اسراف و ولخرجی، اثر نعمت. شاید یه نفر یه دست لباس داشته باشه، برای چندین سال مراسم عروسی استفاده بکنه، این اثر نعمته. ولی که برای هر عروسی ما چندین لباس، اگر بعد از 1-2 ماه یه عروسی دیگه باید چند دست لباس دیگه، چون اون کهنه شده، دیدن خلاص رفت. که گفته شده بعضیا فقط تمام درآمدشون فقط کفاف همین لباس نمیشه. چرا؟ اینه که اگر ما تابع رسم و مد باشیم، مثلا فرضاً گفته هندی،
خب اگر هندی همون هندوهای غیر مسلمون باشن، لباس ها و رسم عادات اونها تشبه به کفاره، یه قاعده است که درست نیست. و بعد اگر قرار باشه که ما هر رسمی که خوشمون اومد، هندی برای خودش رسم داره، پاکستانی هم به همین صورت، نمیدونم بنگلادیش هم به همین صورت، بعد برو به آفریقا، برو به اروپا، برو به آمریکا، قرار باشه هر کی رسم هر کجایی بیاره، بعد میشه مهار کرد. این در یه حدی که اسراف نشه، تشبه به کفار نباشه، ولخرجی نشه، انشالله مراسم عروسی هست، حالا مشکلی نیست یه مدار هم بخوان زینت بکنن، اما نه در حدی که دیگه بخوایم مثلا به مراسم های عروسی چنان بها بدیم که هم و غم و فکرمون همه همین باشه. جوان بیچاره سالهای سال میخواد ازدواج بکنه، ولی ما هر سالی که میاد رسم و عادت های جدیدی، حالا دو سه شب مراسم عروسی که هست، الان هم یه رسم جدیدی اومده در بعضی جاها پا گرفته به صورت خیلی وسیع، مثلا وقتی عقد بسته شد، حالا قبل از اینکه عروسی شروع بشه برای بخور مرو شیرینی بردن، شیرینی میبرن، برای همین شیرینی بردن مراسم عظیم، عروس و داماد بیارن، نمیدونن انگشتری به انگشت هم بکنن و شیرینی به هم بدن و خب رسمایی هست. امروز به این صورت باشه، فردا دیگه در جمع زنها هم نیست، در جمعی است که نامحرم هم میاد. گفته در خصوص طلا که زنها میپوشن، طلا، نه طلاهایی که در گاف صندوق نگهداری میکنن، یعنی تو گاف صندوق هم طلا دارن، اگر به 20 مثقال برسد آیا زکات به آن تعلق میگیرد یا نه؟ طلاهایی که زن مسلمان فقط استفاده میکنه، حتی نگفته نمونه که اینجا جا داره اظهار بشه که دو نظر هست، البته علما دو تا نظر دارن، شاید یه وقتی نظر برخی از علما بشنون، ولی اکثریت و اغلبیت و جمهور علما و فقها بر اینن که طلایی که زن استفاده میکنه در حد استعمال زکات نداره، نداره، اونی که تو گاف صندوق زکات داره. بازم در رابطه با بحث ازدواج و اینا یه پیشنهادی است که برخی از برادرها و خواهرها دادن، گفتن در انتخاب همسر جوانای مقدار دقت نمی‌کنن، چه پسر و چه دختر. ما یه ملاکی داریم، پسر وقتی می‌خواد زن انتخاب بکنه ملاک اصلیش دینداریه، و برای دخترم به همین صورت وقتی شوهر انتخاب می‌کنه یا خانواده، ملاک دینداری و اخلاقه. حالا نه اینکه دیگه انسان دنبال باقی موارد نباشه، اگر دینداری همراه با جمال و زیبایی باشه مشکلی نیست، ولی اینکه تمام هم و غممون فقط مثلا روی یک بُعد مادی باشه، این خطراتی داره. یکی از مشکلات که الان بنده میخوام بهش اشاره بکنم اینه که اگر قرار باشه جوانهامون، پسرا مثلا، پسرای مؤمن و متدین بالاخص، اون دخترای مؤمن و متدین که هم کفشون هستن رها بکنن، فقط به خاطر نمیدونم حالا خودنمایی و زینت و آرایشی که برخی از دخترها تو کوچه و بازار داشته باشن، همون ما را اسیر بکنه، ما خودمون جامعه رو به سمت سوی فساد و فتنه میکشونیم. برای چی؟ خب انسان ضعیفه، شیطان هم وسوسه میکنه، به دختر میگه ببین دختر فلانی آرایش میکرد، خودنمایی میکرد، بوی خوش میزد و به قول خودمون لوخ هم پهن میکرد، خیلی راحت شوهر گیرش اومد، تو خودتو زندون کردی تو خونه و با نمیدونم چادر و حجاب و فلان بیرون میدی شوهر گیرت میاد. خب این دعوت به سوی فساد دیگه. اونور قضیه هم به همین صورت، اینه که انشاءالله در انتخاب شوهر و زن دقت بکنید. یه پیشنهاد گفته که گفتید که بعد از رمضان هم باید راهمون ادامه بدیم و طاعت و بندگی باشه، گفته پس حتما باید برنامه سخنرانی باشه. حالا اون دیگه فعلا نمیشه تصمیم گرفت. گفته تو مثلا روستا اگر خونه فسادی باشه، چرا مشایخ و اهالی اون روستا سکوت اختیار میکنن؟ البته به اون صورت هم سکوت نشده، روی منبر جمعه هم اظهاراتی شده. خونه فسادی که در یک جامعه هست، یک منکری است که با زور و قدرت قانونی باید از بین بره، چون به دنبالش اگر افراد اقدام بکنن فتنه داره، شاید تا خونریزی. اینه که به عنوان یک منکر است، ولی علی کل حال ما اگر انتظارمون این باشه که همه زمینه‌های فساد و منکر رو از بیخ و بن در بیاریم، این اشتباهه. اونم در دنیای امروز سعی و تلاش باشه، ولی اینه که جلسات و کلاس‌ها و وعظ و ارشادها برای اینه که افراد خودشونو مهار رو کنترل بکنن. چرا شرع اومده مثلا گفته کسی که مشروب خورد باید شلاق بخوره؟ تا نرن به طرف مشروب، نرن از افراد مشروب نخرن. بس اینی که اگر بیشتر توصیه میشه به کسانی که حاضرن در جمع که شما این کارو نکنید، دنبال گناه و فساد نرید، به خاطر اینه که
شیاطین کساد بشه. ولی خب این قضیه گفتیم که خب مسئولین و کسانی که زیرفتن باید باشون در میان نهاده بشه. گفته چرا در رابطه با فلسطین صحبت نمیشه، در حالی که شیخ ضیاءی رحمه الله بسیار مورد تاکید میدادن قضیه فلسطین و حتی در نمازها هم بر آنها دعا نمیشه. خب ان شاء الله سعی میشه که در